به نام خدا دوستان سلام. با آموزش نصب نرم افزار حسابداری یا مدیریت مطب دکتر خوش آمدید. ببینید دوستان، بعد از اینکه این نرم افزار از حالت بشرده خارج کردیم، داخل فولدر رده میشیم، بسته به نام سیستم کد 32 بیت یا 64 بیت انتخاب میکنه که از ما سیستم ما 64 بیت بگیر، به این قسمت قرار میدیم و اوپن میکنیم. روی نصب کلیک میکنیم، منتظر میمونیم تا این پروسه تکمیل میشه. روی نکس کلیک میکنیم، یک گوزن ارتیک میزنه، روی نکس کلیک میکنیم، روی نکس کلیک میکنیم، روی نکس کلیک میکنیم تا مراحل کامل طی بشه. برای اجرای این نرم افزارهای حسابداری یا هر نرم افزار حسابداری که شما داشته باشیم نیاز به نصب نرم افزار اسکیل سرور. اسکیل سرور ما قبلا نصب کردیم. اگر شما روی سیستم کو نصب نداریم یا طریق نصب در بلد نیم، کافیه به داخل کانال یوتیوب ما بریم، به اونجا آموزش نصب اسکیل سرور صورت تصویری موجوده، نگاه کنیم، بعد اسکیل سرور نصب کنیم یا از بازار بخریم یا دانلود کنیم. ادی قسمت روی دیتابیس راست کلیک میکنه و اثرش میزنه. ادی قسمت روی اد کلیک میکنه، ببینید به داخل درایو سی ما، به داخل درایو سی پروگرام فایل این برنامه نصب کرده بدیم. میایم داخل درایو سی پروگرام فایل دیتابیس و دیتابیس ادیر اد میکنه و اوکی میزنه. این نرم افزار رو میدادیم پایین، این قسمت اوپن میکنم. برای اولین بار که شما بدی لاگین شیم، یک یوزر و یک پسورد داشتیم. ما به صورت ساده یک پسورد معمولی وارد میکنیم، مثلا H و پسورد 1. از این قسمت شما میتونیم که مدیر باشیم یا یوزر یا کارمند دیگه. ما مدیر انتخاب میکنیم و روی ذخیره کلیک میکنیم. هیر میبندیم، دوباره وارد نرم افزار میشیم. به این قسمت امو پسورد قبلی که دادیم و یوزر قبلی که داده بدیم وارد میکنیم. این قسمت هم اگر مدیر بدیم مدیر و کاربر بدیم کاربر رو وارد میکنیم و ورود میزنیم. ببینید که نرم افزار باز شد. از این قسمت میتونیم دوباره یوزر اضافه کنیم، مثلا اگه کاربر خواسته باشیم اینجا اضافه کنیم. میاییم مثلا کاربر به اسم احمد رمز عبور 1 2 3 و در نقش ادمین مدیر میشه، یوزر کاربر میشه در نقش یوزر و ذخیره میکنه. میبینید که اگر حالا کسی به سیستم از این لاگین بشه، به سیستم نرفتار لاگین بشه، میتونه با هم با این لاگین بشه و هم با احمد لاگین بشه. که شما میتونید تعداد نامحدود برای کاربر تعریف کنیم. بخش ویزیتور داره. ببینید تمام قسمت‌های همگی فعال و کار میکنه.